راستی فریده، یه دقیقه صبر کن. میخوام یه چیزی ازت بپرسم. چرا معطلی؟ یالا بپرس. تو میدونی که ما دو نفر نزدیک 8 ماهی که با هم دیگه دوست شدیم و خیلی هم به هم دوست گرفتیم. خیلی عجیبه، چشم بسته غیب گفتی. خب بگو ببینم منظورت چی؟ گوش کن فریده، من دارم جدی میگم. آخه من نباید بدونم که اسم فامیلی تو چیه، پدرت کیه، یا مثلا خونتون کجاست. تو چه اصراری داری این چیزا رو بدونی؟ آخه اسم پدرم یا آدرس خونمون چه دردی رو دوا میکنه؟ نه نه فریده، تو در تمام این مدت از جواب به این سوال من شونه خاری کردی. آخه چرا؟ شاید من واسه آیندمون یه فکرایی کرده باشم، اینجوری که نمیشه. ای شیطون، چه فکرایی به کلت زدی؟ میشه رو کپوس کنده بهم بگی؟ از این واضح‌تر میخوای بگم؟ پس خوب گوشاتو باز کن، من میخوام با تو عروسی کنم، فهمیدی؟ با من؟ این کجاش خنده دار بود؟ خب معلومه که با تو. نه جونم، تو میخوای با بابای من عروسی کنی. چی داری میگی فریده؟ من دارم جدی با تو حرف میزنم، اون وقت تو داری با من شوخی میکنی؟ نه منم جدی میگم، تو اگه میخواستی با من عروسی کنی اینقدر دنبال اسم و رسم پدرم نمیگشتی. ببینم این شد حرف؟ لا 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 لا، آخه دختر، این آقای داماد نباید بفهمه که پدر عروس کیه؟ جواب بده. خب حالا که این همه اصرار داری پدر منو بشناسی، خوب گوشات تیز کن تا بهت بگم. من دختر آقای نظام الدوله هستم، حالا راحت شدی؟ چی؟ تو دختر آقای نظام الدوله هستی؟ صاحب کارخونجات صنعتی؟ همون ثروتمند مشهور؟ چرا یهو اینجوری شدی؟ مگه چیز عجیبی شنیدی؟ خب معلومه، میدونی برای چی؟ برای اینکه من کارمند مؤسسه پدرتم. این واقعا خیلی جالبه، باور نکردنیه. ببینم، تو کارمند پدر من هستی؟ رئیس اداره خرید کارخانجات نظام الدوله، الانم جلوی چشمات وایستاده. حالا که اینطور شد، همین فردا صبح میام پیش پدرتو، تو رو خواست کنیم. نه، تو هیچ وقت این کارو نمی کنی. میدونی که پدر من آدم خیلی عصبی و سختگیریه. آخه من راجع به تو چیزی به اون نگفتم. اصلا فکرشم نکن. اگه بدونی که پدرت چقدر منو دوست داره، باید به عرضتون برسونم که حقیقی یکی از کارمندان مورد اعتماد ایشون هستن. حالا بیبریم، بدو. حالا با این عجله کجا؟ میخوام تو رو برسونم خونه. مگه تو خونه ای ما رو بلدی؟ تو این شهر کیه که خونه آقای نظام تو نره نشد؟ اینم خونتون، دیدی چه خوب بلدم. پیمان خیلی ممنونم، شنبه به تلفن میزنم، بعدا قرار میذاریم. با امید دیدم. خدافز. بای بای. چاو. با چی کار داشتن؟ من دنبال منزل آقای... آقای کی؟ آقای شادفر. شادفر؟ نه، عوضی اومدی. اینجا منزل آقای... خیلی ببخشید. بخشیدمه، نمیشه اینجا بد بگذرونیم. بنده با این شیلنگ بشورمتون. نمیدونم چند دفعه باید به تو بگم، وقتی تو بچه بودی پدرت مرده. آخه این چه فکریه که این روزا به سرت افتاده؟ چرا تا حالا از این سوالو نمی کردی دخترم؟ این حرف منو قانع نمی کنه مادر. بالاخره پدر من اسم و رسمی داشتی. شاید یه چیزی هست که تو نمیخوای به من بگی. یا اینکه چی؟ حرفتو بزن. یا اینکه من ثمره یک کثیف یک گناهم. بس کن فریده. مادر، مادر منو ببخش، ببخش، ببخش.
خراب شده چه خبره؟ مگه نگفتم منو تو قبل ساعت 11 بیدار نکن؟ مگه بیشور؟ قربان بنده تقصیری ندارم. این آقاه میگفت عجله دارم، موضوع حیاته. قربان چی؟ موضوع حیاته؟ خودم یا اینکم کو نگاه کن، رب دشان برپو مرتیکه گمبو، تو بلا دیوونه بکنی براخره. نگاه کن، تمام جونم پیداست. میبینی اول صبحی چه درد سری واسه ما درست کردی؟ اگه آقا آقا بوازی بخوایی با آره خاطر آقا امروز درده چپ بلند شده. چیه؟ چی شده؟ اتفاقی افتاده؟ نه قربان، از برای چه ساعت 8 صبح باید در خونه مزاحم من شده؟ به یه دلیل بسیار بزرگ قربان. نمیتونستی تا بعد از رو سب کنی ها؟ خیر قربان. نه جم پسره یه سمجیه، دنبال من بیا. یه صبح بلند شده مده مزاحم من. خیلی مذهب خوش میزنی شده، میشه میبخشیم. خطه میشه اینجا خوش میکنم. خب یالا جون بکن، حرف بزن. آقای نظام الدوله، من میدونم که شما آدم خوشقلبی هستی و برای کسانی که برای شما کار میکنن مثل یک پدر هستی. کلک نزن، هاشی هم نرو، بهتر زودتر بری سر اصل مطلب. بگو اشکال کار چیه؟ چون در یه وضع خاصی قرار گرفتم، میخوام ازتون تقاضای اضافه حقوق بکنم قربان. پسر بس که من دست این اختیاره؟ اختیار دارین قربان، من به خودم اجازه نمیدم همچی غلطی. من اجازه میدی که ساعت 8 صبح برای اضافه حقوق بیا اینجا و من از خواب بیدار بکنی؟ هی پسر بی ادب. وقتی بفهمین قربان. من نمیخوام چیزی بفهمم. به زندگی من بخواه. زندگی تو برای من مهم نیست. اگه من باشه همه بیان اینجا و زندگیشون رو برای من تعریف بکنن، دیگه وقتی برای من باقی نمیمونه. اصلا مستحقی که همون اول مینداختم بیرون. اگه اجازه بدین دلیل من هم چی اجازه بدین؟ هیچ کس نمیدم. هیچ کس. خیلی عذر میخوام که عصبانیتون کردم قربان. خود عذر میخوای آقا. قربان شما نه. دیگه خفه خم بگی. خفه شو. خفه میگیرم بفهمی. چی؟ این چی؟ کدوم؟ میگم این چیه اون چیه؟ کدوم اونو میگم اون چیه این چیه؟ فنجان قربان. برای چی دوتا فنجان گذاشتی؟ این آقایه گفتش که میخوا با شما صبونه بخوری. چی به تو همچین اجازه داد دیوونه؟ خودم والا من فکر نمیکردم مذاکراتمون اینقدر زود تمام بشه قربان. این بود که خواستم با شما صبونه. اینطور که معلومه مثل شما هم یه تختتون کمه. آقای نظام الدوله من عاشقم. جهنم چاشقه به من چاقا. اون یه دختر پرستیدنیه و من امروز باید ازش خواستگاری بکنم. انشالله مبارکه. تو دیگه برگم شو، برو یه جا خفه شو. خب، حرف بزن، بگو بودم چی میخواید. اگه من نتونم اون زندگی پرتجملی رو که الان تو خونه پدرش داره براش تهیه بکنم، هرگز حاضر نمیشه با من ازدواج کنه آقای نظام الدوله. خیلی خوب، کافیه، کافیه دیگه. خب بگید ببینم، شما الان چقدر حقوق میگیرید؟ به طور دقیق البته با مزایا. با مزایا در حدود 2000 تومان. خوبه. خب حالا چقدر دلتون حقوق بگیری؟ والا 4000 تومان در ماه. البته فکر نمی کنم زیاد باشه. خیلی معذرت میخوام. آقای نظام الدوله، خواهش میکنم چند لحظه به حرفای من گوش کنید. بگو پسر جان، بگو حرفتو بزن، گوشم با توئه. بگو. میدونید من چندین سالی که تو مؤسسه شما کار میکنم، درسته؟ خیلی معذرت میخوام. عذر میخوام که لقمتون ازتون گرفتم. قربان میدم. ان شاء الله میبخشین. چطور هر روز صبح بیای همینجا صبحونه تو بخوری؟ ممکن ازتون خواهش کنم که اون قندو به من بدین. چی بدن؟ اون قندو. این قندو. اینم اینقدر. مرسی. دو تا. اینم دو تا. چی دیگه؟ در هر حال باید بگم اگه در انتظار مای 4000 تومان نشستی، هم وقت خودتو تلف میکنی و هم وقت من. خیلی متشکرم. میدونید قربان، کار مؤسسه شما گرچه همیشه خوب بوده ولی تا این حد رونق نداشته. الان به طور دقیق درآمد شما 4 برابر شده. لابد به لطف جناب عالی. بله همینطوره قربان. پس روی این حساب وجود تو برای من بیش از اندازه لازمه. همینطوره؟ تقریبا اینطوره. یکم پسره پر رو سرته بیه. خب این نامزده چجور جونوریه؟ قربان اون خیلی ناز. خب غمیش نیاس من. فامیلا چطورم؟ خیلی دوست داشتنیم. وضع مالیشون رو پرسیدم. خیلی خوبه قربان. برای همینم هم بود که گفتم با این چندرقاس حقوقی که من دارم نمیتونم ازش خواستگاری بکنم. خب برای که اینطور شد و تو هم پسر جوون و فعالی هستی، حقوقتو به 3500 تومان میرسونم. چطوره؟ خوشت اومد؟ بی نهایت ممنونم قربان. یه دقیقه صبر کنم. کجا هستی؟
آقای نظام الدوله. قربان من میخوام از دخترتون خواستگاری کنم. خواهش میکنم این اتفاق به بنده بگید. بله قربان، این دخترتونه که من عاشق شدم. نه نه، اجازه بدین این دسته گل قربان به احترام این وسط فرخنده به شما تقدیم بکنم. بفرمایید اینجا رو چرا گل کاری میکنین؟ این حق باز شارلاتان یالا بیا جلو، برو جلو، بیان زود قربان. آدم که دامادشو هول نمیده. چرا الان نیامده داماد شو؟ برو جلو. یالا تکون بخور. تو چی میخوای؟ چی گفتم برام بیاد؟ برو جلو. جونی شما هیچی. چی میگم؟ خب بگو ببینم، تو دختر من از کجا میشناسی؟ چطوری باش آشنا شدی؟ آشنایی ما کاملا تصادفی بود. تصادفی؟ ما 8 ماه پیش با هم برخورد کردیم قربان. من واقعا نمیدونستم دخترم شماست. گوش کن پسر جون، تو آدم بسیار خوبی هستی. اما روکو پوسکنده بهت بگم، من برای دخترم شوهر مهمتری در نظر گرفتم. اتفاقا من برای همین میخوام ازتون خواهش کنم که منو به ریاست یکی از قسمت‌های شرکتتون منصوب کنید. تا عنوان ما 4000 تومان حقوقم نمیتونه اون زندگی که دخترم تو خونه پدرش الان داره براش فراهم کنی. من شنیدم که شما میخواین 6 میلیون تومان به جهیزیه بدید. کی اینو به تو گفته؟ خود دخترتون. اولا که این موضوع دروغه، دوما این حرف و طرز تفکرتو نشون میده و ثابت میکنه که منظورت فقط ازدواج نیست، بلکه میخوای با اون تجارت بکنی. آقای نظام الدوله، برای اینکه بهتون ثابت بشه که مسئله مادیات اصلا برای من مهم نیست، بعد از ازدواج من حاضرم تمام ثروتمو به دخترتون ببخشم. لابد با این یه دست اسلحه‌ای که تنته. نه قربان، 1,200,000. چی تومن؟ بله قربان. پس تو یا گنج پیدا کردی یا ارث پدری بهت رسیده. آره خیر قربان. پس این همه پول از کجا بردی؟ از شما دزدیدم. چی گفتی؟ گفتم که از شما دزدیدم قربان. چی؟ از من؟ بله از شما. ببینم پسرم نیست که مخه تکون خورده، مغزت معیوبه. آره اختیار دارین قربان، این عین حقیقت. نه این غیر ممکنه. نه 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 آقای نظام الدوله، خواهش میکنم چون مادرتون عصبانی نشین، من الان براتون توضیح میدم. آقای عبدالله، یه لیوان آب سرد بردار بیارین. این بازیات چه در میری؟ آب برای چی؟ قربان میخوام اول اعصابتون کاملا آروم بگیره، بعدن خدمتتون عرض کنم. آب شرشبیله ببرید. حالا خوب آفیت باشه قربان. این عجیبه، میکنم تا بیان دستگیرت کنن. 1,200,000 تومان خیلی کشکه. خوب فکر کنین آقای نظام الدوله، من اولا قصد فرار ندارم، بلکه برعکس خود من اومدم پیش شما که ببینم ممکنه کاری کرد که موضوع به نفع خود شما تموم بشه. به نفع من؟ ببینم این دستگل حساب برده شو. من حاضر نیستم با یه آدم دو سر کار داشته باشم. بله آقای نظام الدوله، فراموش نکنین که شرکت شما منافع سال گذشته رو 6,228,000 تومان اعلام کرده، در حالی که سال گذشته شرکت 41,307,000 تومان به جیب زده، بدون اینکه اداره مالیات از این جریان کوچکترین بویی ببره. بس بگوشو میرزی گندش در بیان. در این صورت شما چطوری میتونید ثابت کنین که این پول ازتون سرقت شده، در حالی که موجودی صندوقتون ابدا کم نشده؟ چی؟ از موجودی صندوق کس نشده؟ چطور ممکنه از من 1,200,000 تومان دزدیده باشی بدون اینکه به صندوق شرکت دست برد زده باشی؟ الان قربان به عرضتون میرسونم، خواهش میکنم یک کمی تعامل بفرمایید. گوش کنه قربان، در معامله اخیر شرکت من مأمور فروش بودم، وقتی جنسا رو تحویل دادم با طرف وارد مذاکره شدم. باز خوشگوشه که ما تو تونستم قیمت رو 1,200,000 تومان بالا ببرم، البته بدون اینکه کسی از این جریان بویی ببره. اون 1,200,000 تومان رو من با اجازه شما به جیب زدم. صحیح، پس با اجازه به جیب زدی. ولی جیب من اینقدر هم بزرگ. خب دیگه اینقدر مزه ننداز، معلومه که من با یک گانگستر خطرناک طرفم. آقای نظام الدوله، من این کارو به خاطر دخترتون کردم، مسئله دزدی ابدا در کار نیست. اگه شما با این ازدواج موافقت بکنید، من تمام این ثروتو بهش میبخشم. ملاحظه میفرمایید که من تا چند هزار آدم رو راستی هستم. بمیرم واسهت، خیلی پاک و رو راستی تو بمیری. من دوست دارم، با تمام وجودم دوست دارم. ولی آخه چه میشه کرد؟ پدرت اصلا موافقت نمی کنه. چون من آدم پولداری نیستم، اون حاضر نمیشه تو به من بدی. چرا حاضر نمیشه؟ میخوای خودم بهش بدم. نه این کار عاقلانه نیست. من فقط تو تموم کنی، ممکنه آقا سر برسه. الان گوش کن عزیزم، من برای مدتی میخوام برم به مسافرتو، از تو دور میشم. کجا میخوای بری؟ زود برمیگردم، میرم یه جایی که یه پول و پله ای پیدا کنم، اون وقت با سر بلندی میتونم بیام خواستگاریت. بابا دیال زود باشین، حرفتون رو تموم کنین، آقا داره سر میرسه. نازی فعلا خداحافظ، اگه فرصت شد بازم برای خداحافظی میام. خداحافظ فرما، به امید دیدار. خداحافظ. خودمونیم خیلی شارلاتانی. ببینم
اونم تو رو دوست داره یا نه؟ خیال میکنم قربان، یعنی از این بابا تقریبا مطمئنم، چون ثابت کرده. چطوری ثابت کرده؟ یه جوری دیگه. عبدالله خان، عبدالله خان. به عبدالله خان چی کار داری؟ جواب منو بده. خواهش میکنم بابا، یه دقیقه به من مهلت بدین. یه دقیقه عبدالله خان، بودو میدونی زب چی میخوای آوردم؟ این آب خنک رو میل بفرمایید. آخه چطوری ثابت کردی؟ خواهش میکنم بابا، این آب خنک رو میل بفرمایید. یعنی چه تو چه اصراری داری انقدر به من آب بخورونی؟ قبل از اینکه بهتون بگم چه جوری عشقش به من ثابت کرده، باید آب سرد میل بفرمایید. خواهش میکنم بابا. من که دیگه از این مسخره بازی ها دارم بعد آب بخوردم داری ترکیدم بیباره گم شاید دلازو داشت کنجا بعد میشه قربان چشم به دست سوخه به تو میگه آب یا آب بردیر میره خب حرف بزن آقای نسان ما میتونیم مثل دوتا مدرک و پوست کنده با هم دیگه حرف بزنیم آره میتونیم دخترتون معشوقه منه قربان این تو پس دختر من معشوقه توه آش واقعا که خیلی جالبه ببینم از کی تالا والا در حدود 8 ماه میشه 8 ماه؟ پس چرا تا حالا چیزی به من نگفته؟ برای اینکه ازتون میترسه میترسه؟ الان میرم پدر میرم قربان این کارو نکنی اون از من قول گرفته که تا خود شما رو در جریان نذاشته من چیزی بهتون نگم ولی بالاخره این جریان باید روشن بشه یا نه؟ میگم که پس حالا که کار به اینجا کشیده شد ازتون خواهش میکنم این جریانو با صلح و صفا مطرح کنیم من الان میرم و فردا برمیگردم امیدوارم تا فردا شما خوشبین شده باشین آقای نظام بر نظر مساعد به من بدین اجازه بفرمایید صورتتون رو ماچ کنم برو صورت پدرزاد ببوس اتفاقا منم دارم همین کارو میکنم بابا میرم کم دیگه یه ماچ دیگه خواهش میکنم شما اخه تو پاشو باش با ملایم صحبت کنین قربان چه بهتر نازنینی تو دیگه خفه شو گم شو بلو خوب باره پیمان نگم اما به یک شرط اونم اینه که تو فردا قبل از ساعت 3 بعد از ظهر بیای اینجا قایم بشی تا من حسابمو حسابی باش پاپا تو چقدر امول و قدیمی هستی آخه چقدر بهت بگم که خودتو با عصر فضا تطبیق بده گله من بوس بچه مار بولک خب بگو ببینم اون کیه اون کیه درسته ولی من دلم میخواد اسمشو از دهن خودت بشنفم دلم میخواد خودت بهم بگی که اون کیه و اسمش چیه اسمش فرهاده فرهاد؟ خدای گیج شدم این فرهاد دیگه چیه؟ گفتم این فرهاد چیه؟ حرف بزن قربان، فرهاد همون جوونه تلفن چیه؟ ادارتونه قربان چرا بود؟ وای مگه آدم قهد بود؟ آخه چرا از تلفن چیه؟ من رفتید وای خدا خدایا چه بدبختی بزرگی چه مصیبتی خدایا آخه چرا باید این سرنوشت من باشه قربان کجاش بدبختی بزرگی این عیب داره که دخترتون میخواد با یه جوونه شرافتمند ازدواج بکنه من اگه جای شما بودم دعوتش میکردم به ناهار چی بوده چون اون انگشتتو ببرن چی چیلی دعوتش کنم من الان 15 روزی که بیرونش کردم نه ای مرز ببر اون صدای نفس تو عروی بزبچه پس دست تو دیگه پاک دیوونه شدم دیوونه دیوونه عبدالله خان عبدالله خان بله آقو بله کجایی؟ کدوم گوری هستی؟ آقا دستمون بند بود این زنگ لعنتی که نمیدونه ما یه لقمه ما چیز ما این که بگیم دهنمون آبا دیگه خود تونست نکن برو اگه اون دختره دیروزی بود برشته بی تو یعنی دختره رو بیارم اینجا آره برو دیگه بش ببنی آگو همون دختر خانو برو تو رو بمشو چش بفرمین خواهش بکنم باز دیب شو سلام علیکم بله شما خیلی خوش آمدید متشکرم دیر که نکردم نه 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 اتفاقا خیلی هم به موقع تشبه بودیم عبدالله خان بله یعنی من برم بیرون چشم من الان میرم که بارت فرش پس خونه دیگه آخ من ایچه های سوخ گل با بای خاک بسرم شد خوب گوش کنید خانم پیمان همین الان سرکلش پیدا میشه شما میرین تو اتاق بغلی قایم میشین و تا صداتون نکردم از اون تو بیرون نمیایین من باید حسابام با این پسر تصفیه بکنم
سلام قربان تو داماد شریف عزیزم، بفرمایید، خواهش میکنم. اینجا دیگه خونه خودتا، رو در و سیمو در و سیر بذار کنار. بفرمایید آقای نظام الدوله، شما بیشتر از اونی که من فکر میکردم خوب و مهربون هستی. من واقعا شرمنده. قربون شما. عرض کنم که خب حالا بهتره که بریم سر اصل مطلب. بشین. بله کاملا با شما همعقیدم. خب بفرمایید، خواهش میکنم. من نمیخوام راجع به ثروت تو بحث اضافی کرده باشم، اما اومدیم اومد به دلایلی تغییر. من مطمئن بشم همونطور که خودت گفتی تمام اون پول به عنوان کادو میدی به دخترم. مگه شما به حرفای من شک دارین؟ نه به هیچ وجه. ولی اگه تو یک چک ناقابل 1,200,000 تومانی به من بدی، خب بد نیست دیگه. ولی آقای نظام الدوله، من اون پولا رو تو بانک نذاشتم. از کجا گذاشتی؟ من با اون پولا یه مقدار جواهر خریدم. جواهر رو کجا گذاشتی؟ گذاشتم تو یه چمدون، جای امنیه. چمدون؟ چمدون دیگه ها؟ چمدون های قشنگی هست. حالا من یه چیزی از تو یه چمدون دیگه در میارم بهت میگم که کیف کنی، یا شنگوری منگوری بشی. حتما از اینا دوست داری ها؟ الان وسط میاره. خیلی متشکرم. راستی یه فکری به نظرم رسید. چه فکر قربان؟ حتما راجب ازدواجمونه. تقریبا. آره. گوش کن چی میگم. اون جواهراتو به عنوان کادوی عروسی میدی به دخترم نازی؟ نه. یعنی به چیز، به فریده. تو میری اون جواهرات میاری و همونطور که گفتم میدیش به دخترم. دیگه اون وقت هیچ مانعی سر راه ازدواج شما دو تا وجود نداره. میگیریش میری پیکارت راه. شما قول میدین که دیگه کار تمومه؟ قول میدم که دیگه هیچ حرفی در بین نباشه. خیلی خوب، پس من میرم و برمیگردم. فعلا خدافظ. نیاگو مشروط چی شد؟ صبر کن، کارت دارم. ببین چی میگم. گوش کن چی میگم. بله بفرمایید. میخواستم ازت بپرسم از وقتی که فرهاد همون تلفنچی ادارمون رفته، تو ازش خبر مبر نداری؟ عجیبه، یعنی شما هیچ اطلاعی نداری؟ من چرا باید اطلاع داشته باشم؟ بیچاره یه ناراحتی عشقی براش پیش اومد. آخه تفلکی. البته اون اسم دختره رو به من نگفت، ولی میگفت دختره خیلی خوبیه، ولی به عکس پدرش یه حیوان واقعیه. یعنی شما هم فکر می‌کنید؟ خب معلومه دیگه، یه همچی پدری از گاوم احمق‌تره، از سگم کثیف‌تره. نه جانم، اینقدر پشت سر مردم غیبت نکن. خب الان کجا هست؟ بیچاره برای پیدا کردن کار رفته به بنادر جنوب. هیچ کسی هم ازش خبری نداره. وای بیچاره شدم. نکنه خودکشی کرده باشه؟ سرنوشت اون چه ارتباطی با شما داره؟ هیچی، دلم واسش میسوزه. فقط همین، آخه بنی آدم اعضای یکدیگه. آره به هر حال فعلا خدافظ آقای نظام الدوله. خدافظ، قربون شما. زود برگردی ها، زود. دختر جون، تو خیالت کاملا راحت باشه، همه یه کارا داره درست میشه. آخه من دلم شور میزنه، نمیدونم آخر این کار به کجا میکشه. میخواستم به آقا عرض کنم که تا یکی دو روز دیگه از خدمتون برای خیس میشه خب با کی؟ با یه تاجر بازار. تاجر از کجا آوردی به تو زدی؟ خب دیگه همچین. همچین؟ با کی؟ بهتره هر چه زودتر بدون وطنه از این خونه بری. من دیگه حرکات تو رو نمیتونم تحمل کنم. از جلوی چشم من دور شو. زود باش از این خونه برو. اطاعت میشه قربون. جوش نزنین، دارم میرم. چرا هولم میدی؟ بای بای. من نمیدونم تو این خونه چی میگذره. این کلفتم، اونم ناسلامتی دخترمون. ببین اینم دختر. فهمیدی چی شده؟ چی شده پاپا؟ دیگه چی میخواستی بشه؟ این کلفته بالاخره یکی رو از خودش دست و پا کرد. اما تو دختر نظام دوله، ببین چه دست گلی به آب دادی. به اون صاف مرده تو شکمت نمیدونم چه خاکی به سرم بریزم. آها کوف پاپا. منم فرهادو دارم، میاد منو میگیره. مگه بیاد پاچتو بگیره؟ اون بنادر جنوب داره عملگی میکنه، معلومه چه بلایی سرش اومده. نه ممکن نیست. اون از من برمیگرده. برو بمیر. خفه شو، تو
تو آبروی منو بردی، با اینقدر شکم رفتی، یه همچه شکم برگشتی. ببینم پاتی گفته یه چیزایی شنیدم. شنیدم که تو میخوای از اینجا بری. آره تو پولی جونم. پس من چی؟ میخوا منو تنها بذاری و بری؟ من درم بکنم. حال نداری تو پولی. من میخوام عروسی کنم، میدونی با کی؟ یه چیزی پاتی جون شیرنی هم میخوا بدی، یه گون تن بیمیزه مرگ مادرت، عربای خاک پدرت. دیوونه شدم از دست تو، بیچاره شدم، فنا شدم. نگاه کن دختره یه سرتق که این تو منوچ، چشمم روشن، یعنی چشم و دلم روشن. حالا با ازدواج ما موافقی پاپا؟ دختره بی حیا، چه کنم، چاره ای ندارم. آه مرسی پاپا، تو چقدر خوبی، چقدر مهربونی. شده چشم سیاحت می من، ساغر من به جز این قصد دیگر نبود باور من. بروی گرد دیگر دبر من چه کنم، نبود سایه تو به سر من چه کنم. یارب دل ما تنها نماند، درد جوانی در جانم ماند. به خدا پس از این همه شب که خانم آشیانم روشن از تو گردم، به جهان تو به مایی شبی بی نشانم روشن از تو گردم. به خدا پس از این همه شب که خانم آشیانم روشن از تو گردم، به جهان تو به ما تو به مایی شبی بی نشانم روشن از تو گردم. یارم دل ما تنها نماند، درد جدایی بر جا نماند. دلم تو جدا نشوی به خدا، به گرفت شرار عشق تو غرب مرا. به خدا که گرفت چنین دل من به تو رنگ وفا. یارب دل ما تنها نماند، درد جدایی بر جا نماند. بلش کن تو به اون چمدون دست نزن. نفهم تو اصلا چی کاره ای؟ بدی خودم میارم. نه خودم میارم قربان، فعلا اجازه بدیم پیش خودم باشه. اجازه بدم پیش خودت باشه. خب باشه، بفرمایید. خواهش، خیلی متشکرم. میخواستی اونها رو بلند کنی بذاری جیبه تاره. خواهش میکنم. نه بابا، بفرمایید.
چمدونی به اون بزرگی که تو جیب من جا نمیگیره. بریم سراغ گنچه، بلش کن گنچه رو بکشم. گو بری بگوری. خب کجا بریم؟ بریم اونجا. وای که من چقدر از تو خوشم میاد جوون رعنا. منم همینطور. ای کلت برم. خواهش میکنم بفرمی اینجا. میدونم که خیلی خیلی خسته شده در رو. مرسی، خیلی ممنونم. بشین جونم، بشین، تعارفم بذار کنار. تمام جواهرات این توی جونم، هم بازش کن. بازش کن، سوتر بازش کن، بازش کن. خب بزن بالا. یک میلیون و 200,000 تومان. خیلی کیف داره قربان. نه فقط من میتونم قلوم بر اون وزدی. عجب چیزی گنده یا آوردی. خب حالا درشو میبندی. یعنی خود ببندیم. خب حالا بهتر بریم سر اصل مطلب. ولی پسرم یه موضوعی هست که من خیلی ناراحت کرده. نکته حساسیه که گفتنش کمی مشکله. میدونیم خب دیگه اتفاق برای همه هست. ممکنه اینجا که میری بیرون یهو بیفتی و پات بشکنه و خدای نکرده بمیری. برای شما هم همینطور؟ نه نه نه، در مورد من خیلی بعیده. میدونید من یه نفری میشناختم که همینطوری مرد، داد و بعدش هم هرپی و بعدش هم یهو سقط شد. به هر جهت ممکنه برای تو هم یه همچین اتفاقی بیفته و خدای نکرده سقط بشی. وقت اگه به دختر من چی میشه؟ همینطور اون بچه بیچاره‌ای که از دو دخترم میمونه. خدا او رو سعید، خدا او رو سعید. خب دیگه اتفاق چه میشه کرد؟ آدم از یه دقیقه دیگه‌شم خبر نداد که جانم. خب حالا میگه من چیکار کنم؟ تو میتونی همین الان روی یک ورقه کاغذ تمام اون جواهراتو به من واگذار کنی. تا اگه خدایی نکرده برات اتفاقی افتاد، من به عنوان سرپرست زن و بچه تو بگم خدا اون روزو نیاره. ولی خب یه وقتی که آورد. بله بله، منظورتون رو کاملا فهمیدم. از نظر من هیچ اشکالی نداره. نداره؟ چه بهتر که این کارو همین الان تمومش کنی بره پیکارش. ببین چیه؟ بس که ترش کردی ها؟ خب معلوم میشه که شما خیلی به من اعتماد دارین. از کجا بدونم وقتی من با دخترتون ازدواج کردم این جواهراتو به من پس میدی؟ از کجا بدونی؟ ببین خیلی خوب گوش کن، اگه این موضوع خیلی ناراحتت کرده، منم به سهم خودم حاضرم همین الان یه تعهد کتبی امضا کنم برات. حالا این شد یه حرف حسابی. من حاضرم. منم حاضرم. چه نمی‌بیسی؟ چقدر کلکی. بنویسم چقدر کلکی؟ من امضا کنم زیر. من امضا کننده زیر نظام دوله خان وفا. خب تعهد میکنم که میکنم که در مقابل تحویل چمدان جواهر معادل 1,200,000 تومان در مقابل تحویل چمدان جواهر دخترم را به آقای پیمان بدهم. آقای نظام دوله موافقت فرمایند که با دختر ایشان ازدواج نمایم. خیلی خوب که موافقت نمایند که با دختر ایشان ازدواج نمایند. خب امضا کن. اول شما امضا کنید. خب امضا میکنم، حال تو بکن بعد من میکنم. اصلا با هم دیگه امضا میکنیم. یک دو سه بکن. خب بدش من. نه اول شما بدی. یک دو سه میگم بده من. یک دو سه سه بگیرش. خیلی عالی شد. خب رد کن بیا چند. خب اینم چمدون جواهر. خب حالا تو همینجا بمون تا من برم دختره رو بردارم بیارم و دست بزنم تو دسته. قربون تو. آقای نظام دوله شما واقعا یه پدر نمونه هستی. قربون تو. جای نری. دختر خانم، دختر خانم. بله بفرمایید آقا. گوش کن چی میگم. پیمان الان اینجاست، ورش میداری میبریش بیرون و خودت حقیقتو بهش میگی. وقتی که حرفاتون همچین تموم شد، از قول من به خاطر اینکه چمدون من آورده تشکر میکنی. چمدون؟ تو دیگه کاریت نباشه. آره بقیه کاراش با من، همینجا بمون تا برم خبرش کنم. خب بیا جلو، بیا جلو ببین چی آوردم. بیا تماشاش کن، نگاش کن، نگاش کن، هز کن. میبینیش؟ منم نمیبینمش. بیا بیرون دیگه، یه بیرون. عزیزم چمیدون، عزیزم دیدی برخوره به آرزومون رسیدیم؟ دیدی همه چیز بر وفق مرادمون شد؟ عزیزم پیمان نمیدونم چی بگم. نمیخواد چیزی بگی، از این بابت خوشحال نیستی؟ چرا خوشحال نیستم؟ عزیزم چمیدون. من آینده درخشانی رو برای زندگیمون میبینم. منم همینطور عزیزم، تو رو میپرستم. تو مادر میشی و منم پدر.
و با یه سری بچه های توپل مپل. عزیزم موافقی با هم بریم بیرون یه جای دینجی حرفامون رو بزنیم؟ آه بسیار فکر خوبیه، منم موافقم عزیزم، بریم بریم. فرداز رحارت خوشبختی مرا این شعله اشتره از زانن مرا در سایه اشقت عمری به سرارم تا جز تو میری در سینه ندارم ای شمع فروزان خواهم که دگر در پای تو ریزم افسون تو هستم مجنون تو بودم این آتش یا عشق تو بگرفت وجودم دیگر جهان ما برق سما شده نبیز بوسه ها در حال ما شده برق شکوفه ها گردد بحار ما دیگر ته شد انتظارم در دنیا غمی ندارم دیگر جهان ما برق سما شده نبیز بوسه ها در حال ما شده برق شکوفه ها گردد بحار ما بودو یه دفتر پیمان چی عزیزم بگو شاید دیگه دوستم نداشته باشی همچین چیزی ممکن نیست عزیزم آخه یه چیزایی هست که نمیدونم چجوری بهت بگم دیگه نمیخواد بگی اما من یه خبری دارم که باید به تو بگم آقای نظام الدوله پدرت از اینکه من دامادش شدم خیلی خیلی خوشحاله ولی اون پدر من نیست پیمان چرا نمیخوای بفهمی آقای نظام الدوله پدر من نیست آفریده این موضوع عشق منو نسبت به تو کم نمیکنه آخه تو داری اشتباه میکنی من دختر نظام الدوله نیستم باور کنین جدی میگه خیلی خب فرض کنیم که تو دختر نظام الدوله نباشی برای من چه فرقی میکنه مهم اونه که تو و من همدیگر رو دوست داریم مثل این که نمیخوای این مطلب رو جدی بگیری گفتم که برای من مهم نیست تو دختر هر کی میخوای باش تو دختر آقای نظام الدوله نیستی یعنی اون رسی اون میدونه که تو دخترش نیستی البته که میدونه جدن باور نکردنیه خب چی گفت گفت ازت تشکر کنم که چمیدونش رو آوردی پس راجب ازدواج چی گفت؟ گوش کن پیمان وقتی ما با هم آشنا شدیم و تو به من گفتی آدم پولداری هستی خب جرأت نکردم بهت بگم من ماشین نویس ساده یه اداره هستم خیلی خوب ادامه بده مدت هست از وضع زندگیم چیزی بهت نگفتم تا اینکه بالاخره اون روز اصرار کردی و منم چشمم به یه تابلو افتاد که روش نوشته بود کارخانه جا زد. این بود عشق تو نسبت به من حالا میفهمم که تو منو دوست نداری تو اسم و رسم نظام دوله رو دوست داری سندر نمیارم از دفتی تو چمدون جواهرات چی میشه آه خدایا دارم دیوونه میشه فریده فریده کجا رفتی سب کن فریده فریده سب کن سلام اینجا نگاه اینجا نگاه
چکلی بگلی جو نمیدونی از وقتی که تو گفتی میخوای بری یا نه روز دارم نه شب به خدا دیگه دست دلم به کار نمیده. خوب بسته دیگه خود تلوس نکن تو پولی این ظلم عشق من پلی اقل اون مچ که قرار بود حروم کنی همین الان حرومش کن دلم کن برو کنار دلم رو نشکن فقط یه مچ از دست تو جهنم بیا قنچه این دفعه دیگه مچ رو زدم مردشونه این داره بگنه هر خواستیم یه ماچ بکنیم و اگ گیرینگ مردشونه تو ببرم بگه سر مردی چه خبرته انگاه زنگوله قورت شده آقای نسامان دوله کجاست؟ الان تشریف میارم خیلی خوب آقای نسامان دوله کنن خلو ای یار مورچ بودو ایشان مبارک بودو بودا 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 دیری آلی نوی 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 خیلی خوشحالی نره البته که خوشحالم مرسی جانم مرسی شما میدونستین که فریده دخترتون نیست خیلی مسخره است آقای پیمان سالای احمقانه ای میکنید بله درسته روتون خیلی سیاده ولی نه بندازی تو البته دیگه از رو گذشته باید گفت سنگ پا شده آقای پیمان من هنوز سر قولم هستم شما از من خواسته بودین که جواهراتو بدم به دخترم منم همین کارو میکنم به شرطی که تو هم سر قولت باشی ام کدوم قولا ازدواج با دخترم باید بگیری ایشیا رفتی با دختر واقعی تو بله بچی برای چی میخوای من باشه ازدواج کنم برای اینکه اومده بودی خواستگاریش ولی من نمیدونستم که اون دختر شما نیست خب میخواستی بدونی حالا که نمیدونی باید بگیریش دیگه گذشته پس شما چمدونو به من میدین که با دخترتون ازدواج بکنم اصلا هیچ سر در نمیارم حتی اگه لازم باشه به عنوان تشویق حاضرم چیزای دیگه هم بهت بدم گوگولی بهتره همشو برای خودت نگهداری فراموش نکن که تو با من قرارداد امضا کردی و نمیتونی الکی زیرش بزنی منظور تو پدر بچه‌ای هستی که دخترم منتظرشه دیگه چی دخترتون حامله است خب دیگه این چیزا پیش میاد چه میشه کرد فکرش نکن خب چرا با پدر واقعیش ازدواج نمیکنی تو دیگه این کارا کار نداشته باش خواهش میکنم حالا شما از من میخواین که من چای اونو بگیرم جدا شما خیلی آدم رزل و پستی هستی بله درسته به همین دلیلم من فکر کردم که میتونیم با هم کنار بیایم نازی بله پاپا جون منو صدا زدین آره عزیز دلم اومدم مثل کپک بخرام و بیام ایکر رو میبینی جان نگاش کن بی ماه میگه تو در نیا که من میخوام در بیام نگاش کن نازی با شوهر آینده پیمان آشنا شو دیگه بر نشین دیگه بیا نازی میبینی چه پسر نازیه ببین چه خوشحال شده قند تو دلش آب میشه بخند دیگه تو هم پاپا فرهاد چیز دیگه ایه یعنی باعثش فرهاده نازی تو دیگه دهنتو به من خواهش میکنم گوش کن پسر جون حالا من شما دو نفر با هم تنها میذارم تا بیشتر با هم آشنا بشین خب بخن نیشتو با کن بخن دیگه خب نازی خانم شما با عقیده پدرتون موافقی؟ ولی چی بگم؟ چی بگم نداره خانم گوش کنین نازی خانم شما یه نفر دیگر رو دوست دارین و منم یه نفر دیگر رو دوست دارم آخه چطور میشه ما دوتا با هم ازدواج بکنیم اونم با وضعی که شما دارین شما زیاد راجع به این موضوع ناراحت نباشین عجیبه آخه چطور ناراحت نباشم خانم من بیام با دختری که یه بچه به دنیا میاره و پدرشم یه نفر دیگه است ازدواج بکنم واقعا که مسخره است خیلی مسخره ببینم تو هنوز داری حرفای بی سر و ته میزنی یالا وارد اصل قضیه شو آقای نظام الدوله خیلی باید ببخشینا من برای پیشنهاد شما هیچ آمادگی ندارم که بی خود قمپوز در نکن تو باید افتخار کنی که با دختر یه آدم مهمی مثل دختر نظام الدوله عروسی میکنی این برای تو خیلی مهمه حتی خوابش هم نمیدیدی خیال میکنی آقای نظام الدوله بله تو فکر کردی چون پولدار و متمول هستی میتونی قلب و روح هر کسی رو اجیر بکنی درسته که با پول میشه هر کالایی رو به دست آورد اما هنوز نتونستی تو کلت فرو کنی که قلب و روح یه آدم رو نمیشه با پول خرید ای پسره بی ادب مثل اینکه فراموش کردی تو به من یه سند داری ها نه نمیتونی به آسون یا زیرش بزنی باره بابا حوصله داری بذار در کوزه آبشو بخور بذارم در کوزه آبشو بخورم خیال کردی در ثابت در میارم من کمرم از کار بیکارت میکنم از طریق قانون میدم تعقیبت بکنم قانون مشتری از دستت برمیاد کوتاهی نکن آقای شارلاتان
چیکار دارید؟ قربان، گزارش روزانه رو میخواستم به عرضتون برسونم. بندازش اینجا، فعلا حوصله ندارم، بعدا میخونم. ببینم این فرهاد تلفنچی شرکت الان کجاست؟ قربان، 17 روز پیش خودتون دستور فرمودین اخراجش کنیم. اینو که خودم هم میدونم، میپرسم الان کجاست، محلش، آدرسش. قربان، به طوری که من شنیدم برای پیدا کردن کار به بنادر شایعه که طوفان قایق اونا رو غرق کرده. چی میگی؟ چرا باید طوفان قایق اونا رو غرق کرده باشه؟ آخه تو از کجا خبر داری؟ متاسفانه قربان، میگن که اونم جز غرق شدگانه. نه، اون نباید بمیره. اصلا کی به شما اجازه داد اخراجش کنی؟ خود سرکار دستور فرمودی قربان. من بی خود دستور فرمودم، شما چرا قبول کردید؟ چاره جز اطاعت دستور شما نداشتیم قربان. باش، گرفتار یه مش کارمند احمق مؤدب شدم. نمیدونم چی بگم، بگی شیفمان. بیا دنباله. سلام. سلام. فوراً بگید جنسی که از شمال سفارش دادن هم کنن به جنوب. اطاعت قربان. در ضمن یادتون باشه موقع بسته‌بندی اطلاع زیاد گونی مصرف نکنید. چش قربان. روکشا رو محکم‌تر ببندید که وقت بارون نخوره خراب بشه. بله قربان. خب بریم. بفرمایید قربان. به سلامت قربان. تعظیم عرض می‌کنیم. بله. تویی؟ گول مگولی چی شو؟ نره گولی مگولی نره گولی گولی طول. ببینم، تو دلت میخواد تو زندگی ترقی کنی، یعنی یه آدم حسابی بشی؟ میخوای؟ گلمان، ما کوچیک شما بوده و عکسی اتفاقا به ایکلت میاد، برات هوای خیلی خوبی دیدم، یک لباس حسابی با یک مقام عالی توی شرکت، همه چیزا درست میشه. قبول. گلمان، شما که از یه اخلاقا نداشتیم که تو باید آدم مهمی بشی، میدونیم من خودم همه کارها رو درست میکنم، قبل از هر چیز تو به یک دست لباس خیلی شیک احتیاج داری. خوش کن میرم. بله. خوبه. فکر میکنم که یه آدم حسابی حسابی شده باشم، مگه نه؟ آره، حالا داری کم کم یه چیزایی میشه. بله، قربان، دومم داری. دوم دار. بیشتر بگم. بله. چی دوم بلا؟ نه کنی کنی قرقلگی زیاره. آره، قرقلگی هم، قرقلگی هم بیا گلو. بیز. اینجا بیا. گوش کن، اینجا من؟ آره، میگم مشروب میخوری؟ مشروب؟ والا قربان با مزاجم سازگار نی؟ یه مشروب خیلی رقیق بهت میسازه. رقیق؟ نه والا اگه بستنی آبلو قیچی چیزی باشه بهتره. گم شدم خاطرم سرت کنم. گوش کن. بله. برای من یه ناراحتی پیش اومده. وای حتما حالتون خوب نیست، الان میرم براتون دکتر. نه نه جانم، بگی بشین تو هم. عجب حالویی ها. گوش کن، همینجا بشین، میخوام برم یه چیزی بیارم بدشون. همینجا بشین، تکون نخوری ها. نشست. بودو چی بحبه. چی دارم؟ ببین چی دارم، نگاه کن. کو؟ بشین اومد تو بهت بگم کو. اونجا؟ اونجا بشین، بله، روبر من. چشم. خب، موضوع چیه؟ ببین توپل موپلی من. بله. تو این چمدون راز خوشبختیه. اگه تو به حرفای من گوش بدی، صاحب این چمدون میشی و اون وقت تو هم جزو آدمای ثروتمند و سرشناس این شهر در میای. با این چمدون؟ با همین چمدون. با حق چیزایی نشنفتی؟ سعی کن یه خورده به اون کله پوچت فشار بیاری، خنگ خدا، تو که کشتی منو. کیه؟ اوی خدا.
فکیجون نمی... دارم از خدمتون مرخص میشم. آه، خیلی خوب. هر چی زودتر برو جلو ششمان بناسا. اگرم رضایت‌نامه چیزی میخوای، فردا بیا دفتر، دارت بدم. اختیار دارین آقا. من دیگه احتیاجی به این چیزا ندارم. میدونین چرا؟ چرا؟ برای اینکه خودم چند تا مستخدم و کلفت نکردم. خیلی خوب، خوش به حالت. دیگه مثل چی هستی؟ این کارت من خدمتتون باشه. اگه یه روز خواستیم به دیدن ما بیای، قبلا تلفن بزنی. خیلی خوب، خیلی خوب. قبلا تلفن میزنم. خوش اومدی. خوش اومدی. بیا راستی به شوهرت هم از قول من خیلی خیلی سلام برسان. قربون شما. ای برو دیگه. آره بابا. من از شهر تو هم دیگه راحت شدم. راستی من از فردا صبح تلفن بکنم به مؤسسه کاریابی مستخدمه بفرستم. چش قربان چش. خب گوش کن، میخوام راجع به دخترم باهات صحبت بکنم. دختری تو؟ آخه اون میخواد عروسی کنه. دی؟ با کی؟ با تو؟ شما حالتون خوبه؟ فرمودین با من؟ آره خره با تو. ببینم، تو بچه دوست داری؟ از اون کوچولو بچولو ها؟ لاله بسش بگی؟ بچه شیر بدی؟ سرپاش بدی؟ دوست داری؟ چی میگی؟ من یعنی اجاقت کوره؟ نه به کسی نگه بینجا. نه ببینم چی میگی؟ نفهمیدم. یعنی نمیتونی بچه داشتی؟ نه یواش بابا بینجا. بعد چی میگی؟ آی خاک بارم سرت کنم. ببینم یعنی وقتی بچه بودی مریض شدی؟ واش پس تو دیگه تمام عمرت نمیتونی بچه دار بشه. خب اشکالی نداره، دخترم نازی خودش یه بچه توپل بوبلی وسط میاره. دیگه از این بابت اصلا خیالت ناراحت نباشه. و اما اصل مطلب، اصل مطلب. خب نفهمیدم. چی رو نفهمیدی؟ دخترتون خودش یه بچه میاره؟ بگو ببینم، تو زندگیت آرزو مارزوی داری یا نه؟ آرزو مارزو؟ والا داشتم. معطلم نکن، یالا ببینم آرزوی داری یا نه؟ چرا؟ دلم میخواد یه تاسکی از خودم داشته باشم، پشتش بیشینم و ویراج بدم. با پولی که تو این چمدون خوابیده و خیال دارم بهت بدم، تو میتونی 4 تا، 5 تا، 8 تا، 10 تا، 20 تا ماشین آخرین سیستم بخری. مرگ من؟ جون عزیز خودت؟ نهاش، نگاش کن، تو این چمدون چیزایی هست که میتونه تو رو خوشبخت خوشبخت کنه. این تو؟ آره، همین تو، الان با چشمای خودت ببینی، بازش کن تا ببینی. من میرم اون دور دورا با میستم. خب، بازش کن. با دستای خودت بازش کن تا ببینی. جون من بازش کن. چشم. 20 تا تاکسی لوکس و یک دنیا خوشبختی تو اون خوابیده. بازش کن. مرگ من بازش کن. یالا بازش کن. کشتی منو بازش کن دیگه. من میبینم بازش کن. داری باز میکنی؟ بلی. دیگه بازش کن دیگه. چی اون تو؟ اینا چیه اون تو؟ همش تقصیر توه. تمام اینا تقصیر توه. چمدون گم شد تقصیر توه. بیچاره شدم. بدبخت شدم. باید چمدون منو کجا برده؟ دیوونه شدم، حالا از کجا برم چمدون رو پیدا کنم؟ کجاست؟ نازی! نازی! بیچاره شدم، ببینم نمیدونین کلفت کجا رفت؟ چند دقیقه پیش خدافزی کرد و رفتش. آه چه بدشانسی بزرگی، این احمق دیوونه چمدون منو عوضی برده. خدا یالا از کجا برم پیداش کنم؟ بهتر برم به خونش تلفن کنم و بگم زودتر بیاد چمدون منو پس بیاره. آی بدبخت شدم، بدبخت شدم، بیچارم شدم. رفت دیگه. رفت و مرز. همهش تفتیر توه. میخوام تلفن بزنم به خونش. به خونه؟ آره. خوبه؟ بله، بله آقا. همینجاست. یعنی چه؟ چی گفتین؟ شما شوهر ایشون هستین؟ پس مبارک ها باشه. شوهرشه. ببین آقا، این کلفته ببخشین، یعنی خانم شما چمدون من عوضی برده. آره، عوضی برده. ممکنه ازتون خواهش کنم وقتی اومدن بدین برام بیارنش اینجا. چی؟ هنوز به خونه نرسیده؟ خیلی خوب، باشه وقتی اومدن بدین چمدون من پس بفرستن لطفا. بله؟ میدین شوفرتون برام بیاره؟ خیلی خوب، بدین شوفرتون بیاره. منم چمدون اون کلفته رو ببخشین خانمتون میدم به شوفرتون براتون پس بیاره. بله؟ چی؟ نازی خانم شما چه تونه؟ چرا عشق میریزی؟
بابا میخواد من زور زورکی به هر کس که جلوش میاد شوهر بده. نه جونم، تو نباید قصه بخوری. بالاخره فرهاد خان پیداش میشه، تو هم از اینجا میری. نه فکر نمی کنم، من آدم بدشانسی هستم، عمرم توی خونه تباه شد. نازی جون فکرشم نکن، همه کارا خود به خود درست میشه. خب عزیزم من باید برم، اومدم چمدون پدرتونو پس بدم و چمدون خودمو ببرم. اونو هاش اونجاست. میدونی چطور شد؟ وقتی از اینجا میرفتم چمدون عوضی بردم. تو راه قبل از اینکه به خونه برسم متوجه شدم که این چمدون خودم نیست. خب عزیزم من دیگه رفتم، خدافظ. خدافظ. بله. او خواهش میکنم، خیلی خیلی ممنون و متشکر میشم. قربون شما، خدافظ. خدا نیست نابودت کنه مرد. یارو از بس فرزاد مغزم رو داغون کرد به تکی. خب حالا بریم سر اصل مطلب. بریم کجا قربان؟ هیچی بابا، تو هم که منو گیجتر میکنی. خوب حواست رو جمع کن ببین چی دارم بهت میگم. حواسم پیش شماش، گوشم بهت دیگه. این چمدونی که الان قراره از خونه اون کلفته، یعنی همون فاتی، برای من بیارن، توش پر از جواهره. میدونی چقدر؟ معادل 1,200,000 تومان. اون وقت، وقتی که تو با دخترم که خودش برات یه دونه بچه کوچولو کوچولو میاره عروسی بکنی، اون چمدون مال هر دوی شما دوتا میشه. حالا شیفم شدی یا نه؟ آقای نظام الدوله. آقای پیمان شما این؟ خب حالتون چطوره؟ کارهای شرکت در شهارم. با این وضعی که من دارم قربان، اصلا دست و دلم به کار نمیره. در حقیقت شما باعث بدبختی من شد. من باشی؟ فریده گم شده. این که چیزی نیست، پیداش میکنی جانم. آخه چطوری میشه پیداش میکنی دیگه؟ آخه فکر میکردم اون دختر شما میکنی. برای همینم نه فامیلشو میدونم نه آدرسشو. با توه، تو نباید ناراحت بشی. همین الان خودم مشکل حل میکنم، همین الان. خب آقای پیمان حالتون چطوره؟ ای بابا زیاد تعریف نداره. خب باید یه جوری دکش کنم. آه یادم اومد، چند روز پیش خودش آدرسشو بهم داد. چون پسر خوبی هستی بهت میدم تا بری پیداش کنی. ازتون بی نهایت ممنون میشم قربان. خواهش میکنم. بنویسیم بدیم به من. خیلی خوب، خیلی خوب، فضولی نکن. بیا جانم اینم آدرسش. بدیم به من، برم زیرو. همین الان برو سراغش که خوشحال میشه. بازم ازتون ممنونم قربان. بدم شما. خدافظ. خدا نگهدار پسرم. راست کاری معذرت خواهم قربان. متاسفم که نتونستیم پدر زنم بشین. اشکالی نداره، ایشالله یه دفعه دیگه. لطفتون کم نشه. قربون تو. خنگ خدا، میبینی دخترم چقدر خواستگار داره؟ ولی من حاضر نیستم اونو به هر بی سر و پایی بدم. بله. راست میگم یا نه؟ بله بله راست میگی. خب راجع به یه چمدون پر از جواهر میگفتی. آب باریکلا، کم کم داری میای سر اصل موضوع. کجا دارم میام قربان؟ من که زبونم مو در آورد. آخه نمیدونم چه جوری منظر اون طولت پول کنم. وای خدا جون، چمدون، چمدون اومد. چمدون آوردن. چمدون، چمدون. چمدونی؟ چمدونم آوردن. چمدون خودش اومد. چمدون خودش اومد. چمدون با پای خودش اومد. چمدون آوردیم سلام. خود پاتی کجاست؟ ایشون وقتی به منزل رسیدن فوراً با عجله رفتن تو عمو. چون امروز بعد از ظهر قراره با آقا به مسافرت موصل بره. برکله برکله. خلاصه آقا گفتن این چمدونه برای شما بیارم و یه چمدونه دیگه بگیرم. خیلی خوب، همینجور گفتن الان میارم، الان اون یکی چمدونه میارم.
برم من برگم چطور بیا بله بله درسته بگیش ما چکرم چندون فاتح خانم از قول من خیلی بهش سلام برسیم خدا حافظ شما برگم شما دست علی به امراد برو بینم جانم جان چمه بینم نه چمه دون این هاشش اومد این تو یک دنیا خوشبختیه پر از جواهره بلاخره اومد آره بلاخره اومد من نمیبینی چرو حالا این همون چمدون کلفته نه بابا یه کمی به اون ساوردت فشار بیا اینی که میبینی چمدون اصلیه همونی که پر از جواهر و خوشبختیه همین چند دقیقه پیش شوفر یارو چمدون رو پس آورد آها حالا دلم کم کم یادم میاد دلم میفهمم برکلم الان در برابر تو چمدونیه که توش 1,200,000 تومان پول خوابید قربان شما تو چند دقیقه پیش راجع به جواهر حرف میزدی آی بسته دیگه تو به اندازه کافی گیج هستی لازم نیست خودتو گیج سر نشون بده دیگه ارزش جواهرهای تو این چمدون 1,200,000 تومنه حالا من میدیارم اگه با دخترم ازدواج کنی این پولا همش مال تو میشه دوازش کن دوازش کن بینم بازش کن چش بازش کن باور نمی کنی؟ حالا چمدونو باز کن تا بفهمی من اینقدام که تو فکر می کردی احمق و دیوونه نیستم یارا بازش کن بازش کن دارم دیلام بلام آقا چه تو شده؟ عب دارم گفتم که عب دارم چی دارین آقا؟ عب دارم آره عب دارم من عب دارم من عب دارم بابا من عب دارم من عب پیدا کردم عب دارم آقا عب دارم وای دیوونه شدم گیج شدم چی گفتی؟ با تی چمدون پس آورد چه پس آورد یه رو مرا آورد چمدون خودشو برد آی وای دفعه خدایا بدباغ شدم چمدون از دست رفت تلفن چه بدبختی گیر کردم باید تونستم از چنگ اون پسره درش بیارم حالا مفت و مسلم از دست دادمش مفت و مسلم دیگه از این مفتر نمیشه بله بله من هستم الو آقا جان من نظام دولم گوش کن آقا جان این شوفر شما دوباره اشتباهی چمدون منو با خودش آورده اونجا چمدون اون کلفته رو ببخشید اون خانومه کلفته خانومتون میگم خانومتون که کلوف نیست منظورم چمدون کلفته چی؟ باز از نو همون چمدونو بله من چه میدونم تقصیر شوفرتونه دیگه بله بله فوراً بفرستینش متشکر میشم قربون شما چه مسخره بازیه نمیدونم کی میخواد من اینجوری دست بندازه آه دیگه مخوام ترکید دیوونه شدم خدا جون چمدونم اومد قدم تو چشم نفهم بیدم تو کی هستی دیگه آقا من خیلی بختم ای گوش کن دختر جون همه کم و زیاد بدبختی دارن آقا من هرچی میگردم از پیمان خبری نیست اگه اتفاقی براش نیفتاده باشه فکر میکنم تا چند دقیقه دیگه پیداش میشه راست میگی معلومه پس چی که راست میگم آقا شما خیلی آشفته به نظر میای میدونی خانم جون جریان یه چمدون داره منو کلافه میکنه میترسم اگه برات هم توضیح بدم تو هم بگی من دیوونه شدم خیلی عجیبه گوش کن دختر جون هیچ چیزی عجیبه وای برو تو اتاق بغلی قایم شو برو تا بعدا میگم چیکار میتونم برات بکنم یالا یالا جان، چمدونم بفرمایید آقای نظام الدوله، نمیدونین چه بلایی به سرم اومده چیه؟ بگو بینم، پیداش کردی یا نه؟ اون آدرسی که شما داده بودین، آدرس خونه یه زن هر جایی بود چی؟ جونم راست میگی؟ آره آقای نظام الدوله خب نمیدونین چه گرفتاری شدم یارو میخواست منو سرکیسه کنه نمیدونین با چه مکافاتی تونستم از چنگ اون خلاص بشم مهم نیست خب خود یارو چطور بود؟ خوشگل مشکل بود؟ نمیدونین چقدر ناراحتم اگه امروز فریده رو پیدا نکنم کار این دیوونه میشم نه جانم دیوونه نشو فریده دختر بسیار خوبیه و تو هم خیلی خیلی دوست داره میپرسم وای وای گوش کنین شما دو برین تو همون اتاق پهلویی بمونین تا بعد بهتون بگم یالا یالا مطلب کنین کجا برین چمدونم این دفعه دیگه خودشه قربونه برم ادایی سلام قربان آوردیش بدش من
چه سلامی شه علیکی؟ شوهر کردن این کلفتم واسه ما دردسر شده. قربان من مقصر نیستم، خودتون این چمدون دادین که ببرم. خوبه تو هم با اون خانم اربابه، چه دنیایی شده. وف جون، این دیگه خودشه. این گرگونه برم من نشوا کنم درستی یا نه؟ نکنه کلک باشه خودشه. وای بزاریزم گرگونتون برم من الهی. بیا بیا بگی از قول من به این یارو اسمش چیه؟ کلفته میگم کلفته خانم اربابت بگو اگه دستم بهش برسه پدر صاحبش در میاد. برو ببینم. چشم قربان. یالا سلامت. الو الو پاپا پا چی 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 باجی توی جون خبره برم حالی چطوری نگونی بگونی من بد نیستم اما میگم گوش کن اون موضوع چمدون چیه؟ آره آقا اینقدر دستت عصبانیه که خدا میدونه. چرا؟ برای اینکه چمدونش عوضی بردی. آره چی؟ پس بردی؟ اما شوفرتون دوباره اومد و چمدون آقا رو عوضی برد. آره 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 شوفرتون. ببین گوش کن اگه از من میشنفی ها همین الان که شوفرتون چمدون رو برد بدون معطلی چمدون رو ورد بیا پیش آقا. آره 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 چمدون در شوفرتون بگیریم اینجا. ببین ببین خلاصه تا آقا برات یه درد سری درست نکرده چمدونشو برگردون و یواشکی بدون اینجا و خودت درد رو. آره آره ها بله نمیدونی آقا اون روش بالا اومده دیگه کاری نداری؟ گربونه برم لبا رو گنچه کن. قلبه نه قلبه نه گنچه گنچه کن بابا گنچه. گربونه برم خداحافظ زنده باش خودم که همه کارا رو درست کردم. برو پایین برو برو برم شما رو تنهایی تنها بدیم. برو انقدر بردازم برو تاش بسونه برو. خب شما باید خیلی از من ممنون باشین برای اینکه اگه من نبودم شما دوتا نمیتونستین همدیگه رو پیدا کنین. آقا 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 چیه پسر مگه موهاتو میکشن؟ آقا ابونگاه کاریابی یه دونه کلفت برستادن. چی برستادن؟ چیزه یه کلفت. تو برو چند تا چایی ببر تو دفترم تا من برگردم. چش شما رو از طرف اداره کاریابی فرستادم؟ بله آقا. ببینم از اونجایی که قبلا کار میکردی رضایتنامه چیز داری؟ بله آقا. بسیار خوب الان به عبدالله خان میگم ترتیب کارتو بده. ببخشید خانمتون تشریف ندارن؟ متاسفانه 19 ساله که توی این خونه دیگه خانمی وجود نداره. عجیبه چرا؟ 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 19 سال پیش سر هیچ و پوچ متارکه کردم. بعد از مدتی از کار خودم پشیمون شدم ولی هرچی دنبالش گشتم پیداش نکردم. خلاصه رفت و دیگم به سراغ من نیومد. این موضوع برای من خیلی گران تموم شد. بعد از اون 7 سال رفتم به اروپا. وقتی برگشتم نمیدونم چطور شد پیداش نکردم که نکردم. نمیدونم این چه تقدیری بود که خداوند نصیب ما کردش. ببخشید شنیدم شما یه دختر دارید. این دختر همون زنتونه؟ حقیقتش نه این دختر من از بچگی گرفتم و بزرگش کردم. خب چه میشه کرد؟ اینم خودش یه نوع دلخوشیه دیگه. داستان غم‌انگیزیه. اگه یه روزی زنتونه ببینید چی کار میکنید؟ چی کار میکنید؟ سرتو بلند کن ببینید. مریم این تویی؟ خدا را چی میبینم؟ بالاخره خداوند منو به آرزوام رسون. الهی صد هزار مرتبه شکرت. بشین 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 میدونم من به تو بد در مقابل تو گناه کنم. حتما منو میبخشی مگه نه؟ حالت خوبه؟ در این مدت کجا بودی؟ چی کار میکردی؟
چی بگم؟ سال هاست که تو خونه های مردم کار میکنم، زحمت میکشم، خرج زندگی مو در میاد. امروز که بنگاه کاریابی اسم رسم تو رو به من داد، فکر کردم اگه بیام تو منو میشناسی. این حرفی میزنی؟ من چطور میشه آدم گم شده خودشو ببینه و نتونه بشناسه؟ من مردم منو آدم خوشبختی میدون، اما کی از دل دیگری خبر داره؟ این ثروت تمول، این قصر بزرگ، این اسم و رسم برای مردی که تو چنگال بی کسی و تنهایی اسیره، به خداوندی خدا یک پول سیام ارزش نداره. مگه یک مرد برای چی زحمت میکشه؟ برای چی تلاش میکنه؟ برای زن و بچه‌اش، برای اونایی که نور زندگی توی خونش روشن میکنه، برای اونایی که در خوبی و بدی، خوشی و ناخوشی شریک زندگیشن، برای بچه‌ها، برای اونایی که صداش میکنن بابا. برای تو رو به خدا اینطوری منو نگاه نکن. من مرد بدبختیم. یه گذشته رو فراموش کن. بهت قول میدم گذشته رو جبران کن با تمام وجودم، با تمام قدرتم. من به هر حال خوش اومدی، اینجا خونه خودته. تو همینجا باش، منم برگردم. چجوری حالیت کن؟ حرف بزن مادر، بگو. دخترم، اینجا خونه پدرتونه. گوشبرون دلای دلتو برم. شما چرا گلو بگرم؟ یالا ببرم بگیرم. داغلا برم با معنی گریه کنم. سلام باتی جو. چیه؟ چی شده؟ همه دارم گریه میکنم. اینو ببر اون چمدون رو بردار بیار. آخه چی شده؟ خودم هم نمیدونم. آخه چرا گریه میکنی؟ من دیدم اونه دارن گریه میکنه، من واقعیم دارن گیر. خوشبان پاپولی، خوشبال خودم که الان با شوهرم میریم کنار دریا ماه عسل بگذرونی. تو اینجا بمون و نقنق آقا رو گوش کن. خدا که صفلی فاتی جون، میگم که حالا که وقت داری اون قنچه رد کن بیاد. دست تو بکش پاپولی. خب عزیزان من، کافی دیگه، کافی. هیچ کس نباید گریه کنه، باید همه خوشحال باشین، جشن بگیری. ما امروز یه خانواده خوشبخت رو تشکیل میدیم، خانواده ای که تمام افرادش به آرزوهاشون رسیدن. دیگه باید غم و اندوه از این خونه دور بشه. آقای نظام الدوله، پس شما با ازدواج من با دخترتون موافقی؟ پس چی که موافقم؟ دخترم مال تو. پس من چی کارم؟ دخترتون منو دوست داره. اون یکی دخترم مال تو.
سردر نمیارم، مگه چند تا دختر داریم؟ اگه نمیدونی بدون، من یه زن فداکار و دو تا دختر مهربون دارم. عزیزم، بالاخره به آرزومون رسیدیم. عزیزم، عزیزم، پیمان. آه، خوشحالم، تو دیگه مال منی عزیزم. نفهمیدم، پس تکلیف ما چیه؟ سر ما به کلا بود. مال منی. گوش کنید، خواهش میکنم گوش کنید، خواهش میکنم. خوب توجه کنید. بله. یه مژده بزرگ میخوام بهتون بدم. بیان اینجا. خواهش میکنم. بیاین تماشا کنید. نگاه کنید. بچه های من، توی این چمدون معادل 1,200,000 تومان جواهره. حالا میخوام تمام این جواهراتو به عنوان کادوی عروسی بین دوتا عروس دامادای قشنگ خودم تقسیم بکنم. نصفش برای فریده و پیمان و نصف دیگش هم برای نازی و فرهاد. خب، حالا کی میاد بازش کنه؟ تو بیا بازش کن پیمان. بازش کن ببینم چیکار میکنی. خیلی خوب باشه. گوشواره، انگشتر، دستبند، پنجاه سینه، سینه بنده توش. یعنی چه؟ این چمدون پر از جواهر بود، من خودم دیدم، با چشمای خودم دیدم. وای خدایا، دیوونه شدم. قربان، مگه شما خودتون نگفتیم فاتی قنچه چمدون شما رو باید بیاره؟ خب منم چند دقیقه پیش بهش تلفن کردم، اونم همین الان چمدون رو آورد، منم اون چمدون رو بهش دادم. احمق جون، آخه چرا این کار کردی؟ شوفره چمدون جواهرات آورده بود، اون وقت تو دوباره برش گردوندی؟ وای، حالا کجاست؟ فاتی کجا؟ گفت برای ماه عسل با شوهرش میره کنار دریا سیرجه بره. تو منو بدبخت کردی، تمام زحمات منو به هدر دادی، تو دیوونه کارا رو خراب کردی. به من چی؟ میکشمت. به من چی؟ تغییرش باید بریم، تغییرش بریم دنبالش. به من چی؟ سینه بنده باش، بریم دنبالش. یا لدی به چرا من تبیه دوباره ای چطور شد؟ همه رفتن، منو خوشبتر اینجا تنها بودستن. چرای منی نبودم؟ بایشی منو بیو چخ پدستک، حالا موقع باق باق کردنه که تو هم باق باق گرده ده روشن شد داب مرده. Thank you.
Ha ha ha!